سلام. استکاک یکی از اون مفاهیم کلیدیه که توی زندگی روزمره ما خیلی کاربرد داره و اگه نباشه زندگی خیلی متفاوت میشه. امروز میخوایم در مورد استکاک و یه سری کشف فهمیه که در موردش وجود داره با هم صحبت کنیم. هر دو تا سطحی که روی هم قرار میگیرن بینشون استکاک میتونه به وجود بیاد. دلیلش هم تو هم رفتن پستی بلندی های این دو تا سطحه. البته یه دلیل دیگه هم داره و اونم اینه که اون نقاطی که از این دو تا سطح خیلی به هم نزدیک میشن، ذراتشون با هم یه پیوندی برقرار میکنن که در برابر لغزیدن اون دو تا سطح روی هم دیگه مقاومت میکنه. نیروی استکاک همیشه موازی با سطحی که جسم روش قرار میگیره به جسم وارد میشه و نمیتونه با سطح زاویه داشته باشه. و مثل همه نیروهای دیگه یه جفت نیروه، یعنی عمل و عکس العمل، یه مقدار استکاک به جسم وارد میشه و عکس العملش در خلاف جهت اون به سطح وارد میشه. استکاک به مساحت سطح تماس بستگی نداره. یعنی اگه یکی بخواد منو بکشه روی زمین، چه ایستاده باشم چه روی زمین خوابیده باشم، با فرض اینی که جنس سطوح فرقی نکنه، استکاک با زمین فرقی نداره و باید بر یک نیرو غلبه کنه تا بتونه منو حرکت بده. دلیلش هم اینه که خب وقتی سطح تماس کمه، فشار زیاد میشه و درسته که نقاط کمتری با زمین در تماسن، ولی اون نقاط درگیری بیشتری با سطح زمین دارن. و وقتی که سطح زیاد میشه، فشار کم میشه، یعنی تعداد نقاط زیاد میشه ولی درگیری نقاط با سطح کمتر میشه و در کل نیروی استکاک ثابت میمونه. ممکنه فکر کنید که برای کم کردن استکاک باید دو تا سطح رو تا جایی که میشه صیقلی کرد. این درست نیست، چون تا یه حدی صیقلی کردن استکاک رو کم میکنه، ولی از یه حدی که بیشتر صیقلی کنیم اون دو تا سطح انقدر به هم نزدیک میشن، تعداد نقاطی که با هم تماس دارن و پیوند بینشون برقرار میشه زیاد میشه و استکاک افزایش پیدا میکنه. البته از فشار هوا هم نباید غافل شد. وقتی دو تا سطح رو خیلی صیقلی میکنیم بینش هوای خیلی کمی قرار میگیره و هوا از بالا جسم رو به سطح فشار میده. کلن استکاک به دو دسته تقسیم میشه، یکی استکاک خشک، یکی استکاک تر. استکاک خشک بین دو تا جسم جامد به وجود میاد، اما استکاک تر بین یک جسم جامد و یک مایع یا گاز به وجود میاد. استکاک تر موضوع خیلی پیچیده ایه، چون هر وقت سیالات میان وسط، یعنی مایع و گاز، موضوع یک کمی پیچیده میشه و تحلیل و مدل سازی خیلی کار سختیه، برای همین بهش نمیپردازیم. ولی استکاک خشک خودش باز دو نوعه، یه استکاک ایستایی و استکاک جنبشی. بعضی جاها استکاک جنبشی رو میان به دو نوع لغزشی و غلتشی تقسیم بندی میکنن، ولی استکاک غلتشی در واقع استکاک نیست، یه مقاومت در برابر غلتشه، بهش مقاومت غلتشی هم میگن که یک کلیپ مجزا رو بعد بهش بپردازیم. برای امروز در مورد استکاک ایستایی و استکاک جنبشی بیشتر صحبت میکنیم. استکاک ایستایی برای وقتیه که جسم نسبت به سطح ساکنه. دقت کنید گفتم نسبت به سطح، یعنی ممکنه یه جسمی ساکن نباشه ولی استکاکش با سطحش ایستایی باشه. من اگه به این شکل کتاب بگیرم دستم و حرکت کنم، الان کتاب داره حرکت میکنه ولی استکاکش نسبت به دست من استکاک ایستاییه، چون کتاب نسبت به دست من ساکنه. در واقع همین الان هم که شما روی زمین وایستادید، شما دارید حرکت میکنید توی منظومه شمسی، ولی استکاکتون نسبت به سطح زمین استکاک ایستاییه. استکاک جنبشی یا لغزشی هم وقتی به وجود میاد که جسم نسبت به سطح حرکت کنه، یا در واقع روش لیز بخوره. برای یک جسم مشخص روی سطح خاص استکاک ایستایی میتونه بیشتر از استکاک جنبشی باشه، چون وقتی که جسم روی سطح ساکنه فرصت داره که این پستی بلندی ها بیشتر توی هم درگیر بشن و نقاطی که با هم در تماسن پیوندهای بینشون شکل بگیره. ولی وقتی که جسم داره حرکت میکنه و میلغزه روی اون سطح، این پستی بلندی ها کمتر توی هم درگیر میشن و اون پیوندها هم فرصت تشکیل ندارن. برای همینه که اولش که میخواد یه چیزی رو روی زمین ساکنه و راش بندازی، نیروی بیشتری باید بهش وارد کنی، ولی وقتی راه افتاد دیگه راحتتر روی زمین میلغزه. استکاک ایستایی باعث اتلاف انرژی و ایجاد حرارت نمیشه، ولی استکاک جنبشی میتونه باعث اتلاف انرژی و ایجاد گرما بشه. البته بعضی جاها هم میشه از این گرمای ایجاد شده استفاده مفید کرد.
استکاک غیر از اطلاف انرژی یک کار مفیدم میتونه انجام بده و اونم ایجاد الکتریسیته ساکن توی دوتا جسمیه که به هم مالش داده میشن. در مورد الکتریسیته مالشی بعد بعداً بیشتر صحبت کنیم. استکاک از اون مفاهیمی که به نظر ساده میاد ولی میتونه توش یک کچفهمیایی وجود داشته باشه. الان یه سوال. فرض کنید من ساکن روی زمین وایستادم. استکاکم با زمین چقدره؟ ممکنه بگید که خب به وزنم بستگی داره، به جنس سطوح بستگی داره. حالا برای اونایی که دبیرستان پشت سر گذاشتن یه چند تا عدد میگم که حساب کنن. وزن منو بگیرید 700 نیوتن، ضریب استکاک ایستایی رو هم بگیرید نیم. برای اونایی که نمیدونن ضریب استکاک چیه مفصل تو کلیپ بعدی توضیح میدم، ولی در همین حد بگم که ضریب استکاک نسبت نیروی استکاک به نیرویی که جسم رو به سطح فشار میده، یعنی نیروی تکیه‌گاه یا همون وزن تو این حالت. یعنی وقتی میگیم ضریب استکاک نیمه، یعنی نصف نیروی عمودی میشه نیروی استکاک. خب ممکنه بگید که جوابو گفتم دیگه، نصف 700 نیوتن میشه 350 نیوتن. خب باید بگم که کاملا دوچار اشتباه شدید. من وقتی رو زمین وایستادم و نمیخوام حرکت کنم و چیزی هم نمیخواد منو به حرکت در بیاره، خب برای چی باید استکاک وجود داشته باشه؟ اون پستی بلندی ها درسته توی هم فرو رفتن و با هم درگیرن، ولی چون چیزی نمیخواد جسم رو به حرکت در بیاره، هیچ مقاومتی از خودشون نشون نمیدن. بله استکاک تو این حالت صفره، استکاکی وجود نداره. اصلا اگه استکاک هست 350 نیوتنی که حساب کردید کدوم طرفیه؟ اگه هر طرفی بود من باید به اون سمت حرکت میکردم، چون نیروی دیگه ای به من وارد نمیشه. حالا سوال یه جور دیگه مطرح میکنم. فرض کنید توی دعوایی یه بنده خدایی رو بلند کردن و چسبوندنش به دیوار و با یه نیروی افقی که به سینه‌اش وارد میکنن اون رو دیوار ثابت نگه داشتن. خب اینجا تنها چیزی که جلوی لیز خوردن این شخص روی دیوار رو میگیره نیروی استکاکش با دیواره. حالا فرض کنید نیروی وارد به سینه شخص رو زیاد کنید، مثلا دو برابرش کنید، به نظر شما استکاک چند برابر میشه؟ خب حتما میگید که چون من نیرویی که جسم رو به سطح فشار میده رو زیاد کردم، یعنی اون نیروی تکیه‌گاه رو زیاد کردم، این پستی بلندی ها بیشتر توی هم درگیر میشن و بنابراین استکاک زیاد میشه، یا دقیق‌تر باید بگیم دو برابر میشه. خب کاملا دوباره اشتباه کردید. وقتی میگیم استکاک مانع لیز خوردنه یعنی چی؟ یعنی استکاک داره بر وزن این شخص غلبه میکنه و نمیذاره که وزن اون شخص اون رو بیاره پایین. پس استکاک باید با وزن برابر باشه. با افزایش نیروی افقی وزن تغییری نمیکنه و بنابراین استکاک هم تغییری نمیکنه. دیدید یه کج‌فهمیایی توی مفهوم استکاک وجود داره؟ مشکل اینجاست که استکاک ایستایی بستگی به جنس سطح و نیرویی که داره دو سطح رو به هم فشار میده، یعنی نیروی تکیه‌گاه نداره. استکاک ایستایی میخواد مقابله کنه با حرکت جسم روی سطح، بنابراین مقدارش اونقدریه که نظر جسم روی سطح حرکت کنه و این اصلا ربطی به جنس سطح یا وزن جسم نداره. بنابراین توی شرایطی که یه مقدار استکاک ایستایی داره به یه جسمی وارد میشه، اگر ما جنس سطوح رو عوض کنیم یا نیروی عمودی تکیه‌گاه رو عوض کنیم، استکاک ایستایی تو این حالت تغییری نمیکنه. اگر مثلا نیرویی که میخواد جسم رو به حرکت در بیاره تغییر کنه، یا نیرویی که باید به جسم وارد بشه تا حرکت نکنه شرطش تغییر کنه، اون موقع استکاک ایستایی تغییر میکنه و اونقدر بالا پایین میشه که نذاره جسم روی سطح باز حرکت کنه. خب ممکنه بپرسید که اگه استکاک ایستایی همیشه مقدارش اونقدری که نذاره جسم حرکت کنه، پس ما اصلا چجوری حرکت داریم؟ خب میرسیم به نکته بعدی. استکاک ایستایی نامحدود نیست. اگه نامحدود بود که اون موقع هیچ حرکتی هیچ وقت نداشتیم. ما یه حد اکثر استکاک ایستایی داریم، یا استکاک در آستانه حرکت. اون چیزی که تو ذهن همتون بود که استکاک به جنس سطوح بستگی داره یا به نیرویی که داره دو تا سطح به هم فشار میده بستگی داره، اون همین حد اکثر استکاک ایستاییه. یعنی مثلا اگه سطوحمون زبر باشن، یا مثلا ما با نیروی زیادی جسم رو به سطح فشار بدیم وزنش زیاد باشه، اون موقع حد اکثر استکاک ایستایی زیاد میشه و برای که ما جسم رو بخوایم به حرکت در بیاریم و نیروی خیلی بیشتری بهش وارد کنیم. در مورد استکاک خیلی میشه حرف زد. تو کلیپ بعدی میخوام در مورد جهت استکاک و ضریب استکاک صحبت کنم. ممکنه امید جهت استکاک به یک کلیپ جدایی نمیخواد دیگه، معلومه جهت استکاک مخالف جهت حرکته. ولی یه سوال ساده ازتون میپرسم، مگه نگفتیم که استکاک بعضی جاها مفیده و باعث حرکت میشه؟ خب چجوری میتونه استکاک مخالف جهت حرکت باشه ولی باعث حرکت بشه؟ روش فکر کنید تا کلیپ بعدی. خدا نگهدار.